و دوستان در این بخش برنامه گزارش کمیته کردستان رو میشنویم. متاسفانه نسان نودینیان نمیتونن حضورن اینجا با ما باشن، اما از طریق ویدیو این گزارش رو ارائه میدن. سلام دوستان، سلام شرکت کنندگان گرامی در کنگره 13. به دلیل مریضی متاسفانه افتخار ارائه گزارش حضوری را ندارم. خوشحالم گزارش فعالیت کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران در فاصله دو کنگره 12 و 13 را خدمت شما تقدیم می کنم. با سپری شدن 2 روز از شروع خیزش مردمی ژن ژیان آزادی در روزهای 25 و 26 شهریور 1401 و فوران شدن حضور زنان و مردم مبارز در جلو بیمارستان کسرا در تهران و سپس در آیچی سقز و خیابانهای سنندج، بوکان، مهاباد، دیواندره و جوانرود، پرت کردن حجاب توسط هزاران زن و دختر مبارز و تنین انداز شدن شعار زن زندگی آزادی، سؤالهای متفاوتی به نسبت هر دوره‌ای برای ما مطرح شد. جامعه در ایران و در کردستان در مدت بسیار کوتاهی متحول شده بود. شعار زن زندگی آزادی جنبش عظیم و ادامه انقلاب زنانه تا سرنگونی جمهوری اسلامی را نوید بخش کرده بود. محور اصلی پلتفرم ما بر این سؤال اساسی متمرکز شد: کمیته کردستان با کدام روش اجتماعی میتواند به سازمان تأثیرگذار در انقلاب زن زندگی آزادی تبدیل شود و در میدان مبارزه اجتماعی جا باز کند؟ با کدام روش اجتماعی و مبارزاتی میتواند به یکی از بازیگران سیاسی در خیزش ژینا تبدیل شود؟ نقطه قدرت ما قابل توجه بود. تسلط رهبری حزب به تحول پیشارو و اهداف انقلاب زن زندگی آزادی، نقش و دور کمیته سازمانده و بالاخره کانال جدید و تلویزیون ایسکرا نقطه قدرت های ما بودند. فعال کردن ارتباطات میدانی و نزدیک شدن به طیف بسیار وسیعی از فعالین عرصه های مختلف اجتماعی و مبارزاتی به ویژه زنان مبارز، هماهنگ شدن من با تحولات اجتماعی و اعتراضی، تشخیص درست و آماده بودن برای فراخوان‌های بزرگ، همفکری و هماهنگی دقیق با تحولات پیشارو، ارتباطات فعال با احزاب سیاسی مشغله‌های اصلی ما بودند. در این عرصه به موفقیت‌های مؤثر و قابل اتکایی رسیده ایم. در عرصه دادخواهان و خانواده های جان باختگان فعالیت های مؤثر داریم. در این دوره به باور من به عنوان یک سازمان کمونیستی اجتماعی غیر ایدئولوژیک و به شدت سیاسی و دخالتگر به اهداف انسانی و انقلابی زن زندگی آزادی مشغول بوده و به همین دلیل مورد اعتماد مردم و جامعه و تعداد بسیار زیادی از شخصیت‌های اجتماعی و احزاب سیاسی در کردستان قرار گرفته ایم. اعتراضات قدرتمند در کردستان در جریان انقلاب زن زندگی آزادی توجه کل جامعه را به کردستان معطوف کرد و لازم بود حال که گوشها بازتر شده است، تاریخ مبارزات مردم کردستان در سالهای شروع حاکمیت جمهوری اسلامی بازگو شود. برنامه‌های تلویزیونی کردستان سنگر انقلاب به این منظور
در این دوره راه اندازی شد تا این مبارزات به مردم ایران شناسانده شود و در عین حال نقش تعیین کننده کمونیست ها و موقعیت قدرتمند آنها توضیح داده شود. این برنامه ها به زبان فارسی اجرا شدند و با بسیاری از دستندرکاران مبارزات از 57 به بعد در 20 برنامه مصاحبه شد. عرصه دیگر فعالیت کمیته کردستان مربوط به کولبران است که برنامه ویژه‌ای نیز به این مسئله اختصاص داده است. نه به تابو نیز عرصه دیگر از فعالیت‌های کمیته کردستان در دفاع از حقوق زنان علیه قتل‌های ناموسی و سنت‌های عقب مانده است. جا دارد از فعالیت‌های زنده و پیگیرانه اعضای کمیته کردستان و مشاورین برای تهیه ماهانه 25 برنامه در ظرفیت 20 دقیقه در فاصله دو کنگره که نزدیک به 600 برنامه اسکرا در عرصه‌های مختلف اجتماعی، رفع ستم ملی، اعتراضی، مصاحبه با نویسندگان و فعالین ادب و طاعت و را انجام داده پوشش داده ایم. بیش از 150 اطلاعیه و فراخوان داریم و میدیای اجتماعی کمیته کردستان هر روز متناوباً آپدیت می شود. و یک فاکتور مهم دیگر باید بگویم، یک نقطه قدرت کمیته کردستان متشکل از نیم به اضافه یک کادرهای زن است که مایه افتخار کمیته کردستان است. به امید کنگره موفق، زنده باد حزب کمونیست کارگری ایران.